از خونی زیابون شن، هم خونی زیابون شن، از خونی زیابون شن، هم خونی زیابون شن، از جام سفید آلم، از جام دم پوشن. میبینم که شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. که رو پوشیده از شهر می گذرد و سوار راه پوشیدم. برادر، دشمنم خونخوار امشب، هر شب بزار چهار دو سال هوای خانه ظلمتباره. امشب چراغی بر سر راهم بگیرید که دیو شهر بیدار امشب. این شعر رو ابوالحسن اصلانیان سروده. ابوالحسن اصلانیان نام اصلان اصلانیان رو برای خودش انتخاب کرده بود، از بچه های چریکای فدایی خلق بود. برادر بیقراره، برادر کاکلش آتش نشونه، یادتونه شعار جمهوری اسلامی پلید بود هست هنوز؟ شعرش مولوی باز چند سال فوت کرد، چریک فدای خلق بود، با شجریان اینا هم رفیق بود و با همه فدای خلق بود دیگه. فران زمان محمد شام زندان، این بدبخت وقتی برادرش کاکل نشونه بود مزخرفات سرود مثل چریکای فدای خلق. و اسم امیر پرویز پویان رو توی اون سروده قبلیش میگه، بنیانگذار چریکای فدای خلق. اینا بدبخت ها نمیدونستن، بیشورا نمیدونستن که نوکر بیگانن، نمیدونستن که اینو دارم برای بیگانه کار میکنن. امروز میخوام اسرار مهمی رو به شما بگم و خواهش میکنم نه تنها گوش میکنید، به اطلاع همه برسونید. نماز شب خون که نیستید، ولی میدونم بودید یه زمانی. از نماز شب این برنامه امروز سیاوش اوستا برای شما مهم داره. با دقت که گوش میکنید روش میرید باز میکنید، تحقیق میکنید، بچه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی اینها رو باز میکنن، برنامه میسازن، میرید ازشون استفاده میکنید. الان خیلی شبکه‌های خردمند و فرهیخته و فهمیده چرت پرتا رو ول کنید، یا ایجار جنجال بازی و لخدا پوشی رو ول کنید. برنامه سازانی هستن گمنام که اینها کارهای شاهکار انجام میدن. یک نمونه رو بهتون میگم، روی فیسبوک یا روی یوتیوب، مثلا روی یوتیوب شما میتونید برید دنبال کنید، قاصدک، شبکه قاصدک رو روی یوتیوب برید ببینید چه کارهای نازنین و بزرگ و خوبی پژوهشی برای شما انجام دادن. مؤدب. حالا امروز اون چه من میخوام به شما بگم تو همین رابطه است. امیر پرویز پویان، مجید و مسعود احمدزاده رو من میشناختم، اینا پایه‌گذاران مجاهدین خلق، نه چریکای فدای خلق بودن، ولی با مجاهدین خلق پایه‌گذارش رفیق بودن. مسعود رجبی که مثلا مشهدی بود، تبست به دنیا اومده بود شهر ما، اینا ما اینا رو از بچگی میشناختیم. یعنی من همیشه گفتم مثل پسرم، پسر من امروز 10 سالشه، ولی این همیشه دوست داره با بزرگا بشینه، با بزرگا برخورد بکنه. آریا جردن میگم، آره، اینجا نشسته در برنامه منم همه رو میبینه، تا دیر وقتم با من بیدار هست، مثل دخترم مورگان که همین طور بود، شیوا الان رئیس یک رادیو، رئیس رادیو پاریس هست. آریا جردنم همیشه دلش میخواد با بزرگا بازی کنه، با بزرگا و بچه های کارهای بزرگ انجام بده. من از بچگی منم همینطور بودم، منم همینطور بودم. و سیلتوپلی نو سر بیزی پالیسی دو تو اون موقع امیر پرویز پویان، بچه از من خیلی 7-8 سال بزرگتر بودن، مجید محسن احمدزاده، مسعود احمدزاده و دیگر اینها، ما نمی‌دونستیم اصلا مجاهد خلق یعنی چی، چریک فدای خلق یعنی چی. می‌دونید بچه خوبی هستن، خونه بابای علی شریعتی، شارلاتانی هست علی شریعتی، باباش استاد محمد تقی شریعتی، خونه پدر ما رفت آمد که داشتیم، ایشون رو بچه ها رو اونجا می‌دیدم، ولی مثل همه آدم های دیگه عادی، نه شاخ داشتن نه هیچی، ولی اینها مجذوب
و دیوانه دشمن و بیگانه شده بودن و اینها رو شکار میکرد. حالا دشمن و بیگانه میزه خواهد بهتون میگم چجوری عمل میکنه، اینش مهمه که ما نمیفهمیم. سازمان های جاسوسی کارهایی که انجام میدن مناطقی که نمیفهمیم، که سازمان های جاسوسی کارشون رو مخفی انجام میدن. مثلا میخوان کاری بکنن، توسط یک دوستی نزدیک یک کسی بغلت میکارن، لباس گدایی میپوشه، گدایی میکنه، یا میاد رفیق تو میشه، بهت کمک مالی میکنه، به تو ساندویچ میده، چروکه آب میده، برات خانم میاره. اینا جاسوسی، یعنی این، یعنی تو نمیفهمی یارو کیه. بعد مثلا مخالف تو اگه هست، کاسه از آشتاختر برای تو هست، تبلیغ تو رو میکنه، داد تو رو میزنه، فریاد تو رو میزنه، احترام به تو میزنه. اینا برای چیه؟ برای که بتونه به هدفش برسه. جاسوسی کارش اینه که همرنگ تو بشه. مثلا یکی از کار جاسوس ها که انجام میدنن تو ایران چیه؟ میدونن این علی خامنه‌ای سید ننه باباش و بابا بزرگش، اینا فاطمه زهرا، حسن حسین علی، اینا که دوست دارن، خودش که جاسوس هست هیچ، خودش و خاندانش و روحانیت که اصلا انگلیس اینا رو ساخته، با پول عرب تغذیه شده حوزه علمیه و روحانیت، اونا که جای خود. ولی برای که خرم بشه میاد آقا اول فصل عباس فاطمیه دهیه فلان، چون میگه خوشش میاد، نه باباش دارن تقویت میکنن. کار جاسوسی اینه، یعنی هر کسی که اینجا پیشینش سوزوند، ریش گذاشت، تصویر ازش گرفت، از این زرازت بدون این جاسوسه. و جاسوس و فرصت طلب و ما الان که این موارد جنسی پدید اومده و هزار یک مورد تو 40-50-40 سال اخیر که این حرومزاده حکومت دستشون هست، که دیگه روشن شده هر جنایت اینا میگن علی خامنه‌ای میبخش، همشون جاسوس هم از دم. شما فکر نکنید که ایران یک نفر از اینا دلش بار ایران میسوزه. اونایی که دلشون بار ایران میسوزه اینا نابود کردن، حذف کردن. وقتی که میخونه بیگانه در ایران است و بیزارم از دین شما، این دین و این آیین و این بیگانگان 1400 سال اومدن اینجا، ما رو پدر مونده بودن، بعد ملت بیغیرت، مردم بیشرف، دختران شما تجاوز، دزدی، هزار و یک کار دارن میکنن توی مملکت که ننگ بشریت. شما اونجور نگاه میکنید، رد میشید، تریاکتون رو میزنید، تفریحتون رو میرید، شمالتون رو میرید، مشروبتون رو میخورید، مهمونیاتون رو میدید، به فکر میهنتون نیستید. کشتن از جون باید گذشت، چو ایران نباشد تن من مبادی، که فردوسی علکی نگفته. هزاران سال اگه ایران مونده به سلحشوریست که الان زنای ما رو هر روز میبینید با چه سلحشوری و شجاعتی در برابر اینها وای میستن. شما یکیتونید که وای نمیسته، هیچ دفاع نمیکنین از اونا. حالا من میخوام به شما ها یک عرض مهمی امروز بکنم، یه سند مهمی ارائه بکنم. اون اینی که بارها من گفتم، تحلیل کردم، سند گذاشتم براتون، که در ایران ما بیگانه حاکمه. بیگانه فکر نکنید یک کشور یا دو کشور، یک گروه جمعی هست، یک تفکر جمعی جهانی هست که اینا از هزاران سال پیش نابودی ایران رو میخواستن و متحدن در این زمین. حالا این اتحاد در زمان محمد رضا شاه، ایران با اسرائیل رابطه خوبی داشت، ایران با امریکا رابطه خوبی داشت، حتی با انگلیس هم رابطه خوبی داشت، با اتحاد جماهیر شوروی هم رابطه خوبی داشت. اما از هنگامی که شاه آمد برای ایران دیگه 100% خودش رو وقف کرد و خواست ثروت ایران بیاد در خانه و در سفره ایرانیان، شما الان ببینید اینقدر مطالب ازش پیدا میکنید که میبینید با غرب درگیر میشه، با شرق درگیر میشه، مارکسیستای اسلامی ارتجاع سرخ و سیاه رو مطرح میکنه و به ساواک هم دستور میده که از پیشروی مارکسیستای اسلامی جلوگیری کنن، با آمریکا و غرب هم درگیر میشه رو مسئله نفت و اینا که صحبتش هست. اما اپوزیسیون اصلی شاه روسیست. روسی اون موقع تا جماهیر شوروی بود، ولی روسی خودش که رابطه خوب داشت که نمیتونست، مثل همین الان جاسوسی بهتون گفتم، مسئله جاسوسی، نمیدونست که خودش که رابطه خوبی داره که بیاد کار خرابکاری بکنه فلان. از طریق اقمار، قمرها، یعنی اینو میگن اقمار، اینا کشورهایی که دور برش بودن، تو دستش بودن، از طریق اونا کار میکرد. کشورهایی که زیر نفوذ و استعمار و دست نشانده اتحاد جماهیر شوروی بودن، اون موقع کشورهای سوسیالیستی خصوصا عرب بودن و شعار سوسیالیستی رو اینها تا همین پریروز هم میدادن، الاشتراکی
و شعبیه. اشتراکی یعنی سوسیالیسم. اتحاد جماهیر سوسیالیستی که بود، اینها هم اشتراکی را حزب بعث که میشل افلق ساخته بود و در سوریه و عراق بود با هم درگیر بودن، ولی با ایران متحد بودن که ترتیب شده. قذافی مخالف پادشاه بود. حتی کشور دیگه کمونیستی مثل انور خوجه آلبانی اینا هم همه ضد ما بودن. پس اینها نیروها رو تقویت کردن. از همه مهمتر روحانیت رو. روحانیت یک بخششون که توی عراق بودن از جمله خمینی، بقیهشون که در ایران بودن، اینها پولا رو کشورهای عربی از طریق سازمان اطلاعاتی انگلیس تقسیم میکردن بین آخونده ها، حوزه ها، آیت الله میساختن. همین آیت الله که حقوق میدن پولاشون از خارج میدن، هیچ از وجوهات مردم نبود، کلک بود که میگفتن. پس اینها از طریق عربستان، انگلیس، روسیه، حوزه های علمیه، همه مساجد دست اینا بود از زمان شاه. یادتونم نره، بارها گفتم، بازم میگم، تأکیدم میکنم، از اون قدیم تا الان که حتی داره جنگ میکنه روسیه با در اوکراین، روسیه با انگلیس برای ایران متحدن. روسیه و انگلیس روی ایران متحدن، هیچ مشکلی ندارن. چه زمان هیتلر چه الان، همیشه اینا روی قضیه ایران متحد بودن هستن. اینو باید دقت کنید، گول نخور. بعضی میگن یارو انگلیسیه یارو آن، اینا متحدن. حالا این اتحاد موجب شد که بخش عظیمی از روحانیت از اونجا، بعد صدام حسین بروج اسلام سوسیالیست و پتروشوفسکی ها دادن، اندیشمندان روسی، کتاب هم نوشت اسلام در ایران پتروشوفسکی، و در اونجا اینها یک اسلام سوسیالیست نشون میدن، چون کشورهای اسلامی خرن که نمیتونن که بیان بگن آقا مارکسیست. من حتی خودم اون انقلاب ایران، اولش انقلاب سیاه ایران که شد جمهوری اسلامی خمینی، من در تهران چون مدیر روزنامه ارشاد بودم در می آوردم، مهمانی داده بود لیبی و منو دعوت کرده بودن، جلودم از اونجا اومده بود و روزنامه ما رو میشناخت چون نظر اطلاعاتی قوی بودن، از روزنامه من تعریف کرد که ما خیلی خوبیم و مردم گراییم و اینا. بعد قبلی که بخواد ترجمه کنه، اون موقع من عربی خوب صحبت نمیکردم، ولی خب میفهمیدم یه چیزایی، به مترجمی گفت ببین این سوسیالیسم رو برای ترجمه نکن، به جای سوسیالیسم یه واژه دیگه به کار ببر، نگه سوسیالیسم اشتراکی چون اینا حساسن. من فهمیدم، گفتم جلوت، من فهمیدم تو چی گفتی، نه من با سوسیالیست و اینا مشکل ندارم. خندید. یعنی کشورهای عربی چپ سوسیالیست بودن، روشون بود اشتراکیه به عربی میشه. پس صدام حسین وقتی میاد یک سری از نیروهای مسلح چریک و مجاهد خلق و اینا رو تقویت میکنه، زمان محمد رضا شاه اینا هواپیما دزدیدن بردن اونجا و و و و غیره، و یا نیروهای حتی فلسطینی از کانال فلسطینی هم میرفتن اونجا آموزش نظامی میدیدن و فلان اینا، همه زیر پوشش اتحاد جماهیر شوروی بود روسیه. ولی عراق جایگاه مهمی بود، حتی قوی تر از سوریه، حتی قوی تر، چون در سوریه حافظ اسد علوی بود، حتی اومد با شاه هم ملاقات کرد، امام موسی صدر اومد با شاه ملاقات کرد، رهبر چریکای لبنان بود که از شاه هم پول گرفت. ولی صدام حسین، میشل افلق و اینها، اسمش حسین بود ولی اینها خونی با نظام پادشاهی درگیر بودن. به همین دلیل سقوط نظام پادشاهی رو اینا برنامه‌ریزی کرده بودن دیگه. اونقدر برنامه رفتیم گفتیم، شما هم خودتون خبر دارین، اصلا چم در آوردیم که وقتی که 5 سال قبل از انقلاب سیاه پادشاه میگه که دیگه نفت مفتکی به این غربیا نمیدیم و فلان اینا، پل ارتمن که رفیق جورج سوروس هست بود است و اینا، میاد تو زندان سوئیس بانکدار بزرگ پروژه سرنگونی ایران رو می‌نویسه، اسمش هم میذاره کراش 79، سقوط 57. این کتاب رو اینقدر معرفی کردیم به شما، هنوز هم پروژه داره کار. خب اینا برای که میخوان شاه رو سرنگون کنن، از 5 سال قبلم برنامه‌اش ریخته شده، حالا 7 سال 10 سال قبل، بعد اینجا خودشون در غرب مشکل نفت دارن، وضعشون خراب شده، برین مصاحبه های پادشاه رو گوش کنید تا آگاه بشید. خب اینا برنامه‌ریزی میکنن، بیزنس پلان می‌نویسن، برنامه‌ریزی میکنن. برنامه‌ریزیشون اینه که توی ایران نفوذ کنن. برای نفوذ در ایران، حزب بعث در عراق چندین ساله که هست، همه این نسلی که اونجا هست بعثیت شیعه و وزیم اسلام بازی بینه اصلا نبود در حکومت های اتحاد جماهیر شوروی، چه اونایی که تو خودش بودن، چه اونایی که بیرون بودن مثل لیبی و قذافی و
عراق اصلا اسلامی خبر نبود، همه حزب بعث و هر کسی که متولد میشد عضو حزب بعث بود، همه اسم شیعه حسن حسین علی محمد هم داشتن ولی همه شون بعثی بودن. حزب الاشتراکیل امتون واحدتون، میگفت بعث کسی که هستیم و امت واحد عرب عربیست. اینا از اونجا این پروژه رو داشتن که ایران رو ساقط کنن. چیکار کردن؟ اومدن گفتن بهترین جاسوسایی که میتونیم وارد ایران بکنیم از عراق است. معاودین عراق رو اینا چند صد هزار نفر رو سامان کامیون کردن زمان شاه وارد ایران کرد. توی اینا خیلی هاشون آدم های بیگناهی نبودن، ولی شما در نظر بگید تو هر صد نفر یکیشون جاسوس کافی، صد نفر یکی جاسوس. اینا رو وارد ایران کردن، در ارگان های مختلف جا گرفتن، زمین خریدن، خونه خریدن، قدرت خریدن. بعد از جوار علی شریعتی را از خارج فرستادن برو اونجا سخنرانی کن، شروع کن، کافی رو مهدیه بهش دادن. و اینا قبلا گفتم الان وقت ندارم دیگه نمیتونم بگم. عراقی های معاودین شدن جاسوس صدام حسین. جاسوس که نمیاد بگه ما جاسوسم که، کاراش میکنه، کاراشونو کرده، زمین سازی کرده. حتی بارها بهتون گفتم مفتی شهر و جای دیگه تیراندازی میشد و فلان درگیری ها و این همین چریک مریک بازی ها همه رو عراقی ها و اسیا در ایران میکردن و همه این مارکسیست اسلامی هم معبدشون که آمریکا نبود، که مسکو هم که میترسیدن برن. بعد انقلاب هم که فقط محمد رضا سعادتی مال مجاهدین خر بود، با اینک و فلان آرتیستی گرفتنش بعد هم اعدامش کردن، که حتی اتحاد جماهیر شورای حزب توده همه رو قربانی کرد. چرا؟ چون رهبران بالای آخونداری که داشت مثل علی خامنه‌ای و خیلی دیگه که اسمشون نمیگم اینا رو داشت دیگه. وقتی اینا داشت شلغم های پایینی نمیخواست که نابود کرد. خب توی نابودی بازوی توانایی اینا که ایرانی نمیتونست باشه، ایرانی که نمیتونست برای بیگانه کار کنه، ایرانی که نمیتونه ایرانی رو بکشه، مثل همین الان ایرانی که ایرانی رو نمیکشه، که اینا همه غیر ایرانیان هستن که اعدام میکنن، شکنجه میکنن، کتک میزنن. شما بی غیرتا وایس دادید ایران میاد فیلم میگیرن، همه غیر ایرانیان. خود علی خامنه‌ای غیر ایرانیه، جدا از اینکه باباش تو عراق به دنیا اومده، هر که عمامه و شیخ و آخوند و ملای مثلا مسلمان غیر ایرانیه، اصلا مسلمان غیر ایرانیه. برید تحقیق کنید، مطالعه کنید دیگه، از اون چیزا بیان بیرون. حالا امروز من فقط یک نمونه از جاسوسایی که بعثی بودن بعد انقلاب وارد ایران شدن براتون میگم که شما بدونید. الان که چون ایران کادو میکنم، هدیه میگم به تمام عمرای ارتش، سپاه، مامورای وزارت اطلاعات، تمام کادر انتظامی ایران که ایرانی هستن، که ایرانی میاندیشن. سر مهم میره امروز خواهم بهتون میگم. ما هرگز از اول هم بودیم ایرانی ها رو خواهان نابودیشون نبودیم. اونایی که نفوذ کردن تو ایرانی ها، این بعثیان. بعد وقتا میگیم تازیان، به عرب کلی نمیگیم. صد بار بهتون گفتم تازیان برای ما بعثی های صدام حسین نفوذی هستن. اینا رهبرشون صدام حسین بود، ولی صدام حسین خودش نوکر روسیه بود، صدام حسین خودش نوکر اتحاد جماهیر شوروی بود، بخشش هم آمریکایی بود، با آمریکا هم در تماس. ولی روسیه پروژه‌ای که داشتن الان دارن از این استفاده میکنن. فکر نکن یارو که میره سیستم میره، این تشکیلات حزب بعث مثل کاجبه روسیه است. اگه تا جمعه شوری فروری کاجبه هست، اگر در اسرائیل رئیس یک جمهور میره، یک رئیس جمهور دیگه میاد، نخود سازمان اطلاعات امنیتی سر جاشه، همه جای دنیا سازمان اطلاعات امنیت جاشه. حزب بعث سازمان اطلاعات امنیت در منطقه بود، در خود عراق بود و سازماندهی میکرد همه جنبش های ضد ایرانی رو، هم خصوصا دست اینا بود. حالا من یک نمونه امروز میخوام بهتون بدم که اینو با اینکه قبلا گفتم بحث زیاد امروز کردم، ولی الان چون مناسبت داری با این و خصوصا اخیرا دیگه بعد از صحبت های من هفته پیش که با آقای شرفشاهی گفتگویی داشتم، این گفتگو امروز براتون بخشیشو پخش می‌کنم، که گفتم که اینها دو تا هستن، ایرانی‌ها و ان ایران و بعثی‌ها در ایران هستن. اینا سه نفر آمدن در تایید حرفای من حرف زدن، سه نفر از سه تا قوه نظام دو تا قوه نظام جمهوری اسلامی. و واقعا هم گفتن، همون من گفتم از موقعی که شاهرودی شد رئیس قوه قضاییه، از قبلش قوه قضاییه ما دست عراقی ها بود. سقوط اقتدار آریایی در ایران رو مطرح میکنیم تا بفهمیم
و جهان بداند که هر چی به ما روز تا شب دارن میگن چرت و پرته. همه دنبال نخود سیاه ما رو دارن میفرستن 44 ساله. خود ما نیز گاهی از اوقات وارد نخود سیاه میشیم. این برنامه امشب و این عرایض امشب و این سند ویدیویی که بنده میخوام ارائه کنم، با اینکه دفعه اولم نیست ارائه کردم این رو، ولی بسیار مهمه بفهمید مردم، بفهمید برنامه سازان رادیو تلویزیون، نویسندگان، روزنامه نگاران، قلم به دستان، بفهمید اینو بیایید بگید اگه مردید، ریشه جریان ها رو بگید. استاد چرفی، هفته پیش آنجا تمام کردیم که شما فرمودید هشت شعبی وارد ایران شد. من همونجا یه عرض کوتاه، وقت نبود، کردم، ولی من میخوام به شما بگم استاد چرفی، این هشت شعبی و بزرگتر از اون از پیش از این که نظام پادشاهی در ایران سرنگون بشه، بعثی ها و با برنامه ریزی صدام حسین وارد ایران شدن و الان بخش اعظم ایران دست بعثه، حزب بعث عراق صدام حسین. یادتون نره، یادمون نره، این کی میاد میگه؟ چرا نمیان بگید؟ تمام گروه ها و جریان های شریکی و احزابی که ساخته شد و آدمای مثل علی شریعتی که اومدن جامعه رو سمزده کردن، همه اینها نوکره بیگانه بودن و به ویژه مال اتحاد جماهیر شوروی بودن. همه نیروهای مسلح چریک و پارتیزان ها و ماویست موشن مارکسیست اسلامی بودن، همه اینها نوکر صدام حسین بودن. صدام حسین به اینا دادون، حتی همین گروه شمخانی و محسن زهی که الان تیران هستن، المنصورون، حالا بقیه هم همه سر جای خوده، حافظ اسد در سوریه به اینها امکانات داد، لیبی قذافی، انور خوجه در آلبانی، همه اینها مارکسیست بودن. یعنی هر جنبش و حرکتی بود که الان میان اینا رو بوت میکنن، سر دست میبرن، آوت متشکلات فلان رو ساختن، تشکیلات رو ساختن، اینا همه نوکر بیگانه بودن، برای نابودی ایران اومدن همه شون، الان اکثرا بودن. نکته دیگه این که استاد چرفشایی، ما با ایران 8 سال جنگید، چه قربانی هایی که دادیم، هدفشون نابودی ایران بود، الان هم نابودی ایران از دست یادشون نرفته، در هر فرصتی میخوان به ایران حمله کنن، ایران رو داغونش کنن، ولی ذکاوت ارتش آریایی ایران پنهان، که این پنهان تا الان دیگه اومده رو در رابطه با حجاب، اینها همیشه پس از اینکه صدام رو نابود کردن، جنگ ها رو فرستادن خارج از ایران، مرزهای ایران، و در اونجاها جنگ ها رو راه انداختن تا ایران این گربه یا شیر کوچیک کوچیک نشه. ولی تا الان که من دارم برای شما صحبت کنم، این هشت شعبی از اون اول تا الان، یعنی حزب بعث، نگیم هشت شعبی، وقتی که ما میگیم بیگانه در ایران است، ما مخالف تازیان حاکم بر ایران هستیم، به هیچ کشور عربی کاری نداریم، به مردم عرب کار نداریم، این حزب بعث عراق که نتونست با جنگ ما رو نابود کنه، الان تو ایران. استاد شرفچایی، حزب بعث یک حزبی بود فراگیر، اشتراکی سوسیالیسم اتحاد جماهیر شوروی، هر آدمی که توی عراق زندگی میکرد وظیفه داشت عضو حزب بعث باشه. از کودکی اینا آموزش میدیدن، اینا دینی نبودن، شیعه و سنی نداره، اینا همشون صدامی و مارکسیست بودن. خب اینا همه آمدن تو ایران. یکی از نمونهای برترشو که من امشب به شما میگم، یک کسیست به نام، همه ماها رو خوب میشناسیم، نقدی، این فرمانده محمد رضا نقدی، فرمانده بسیجه اون ارتش و لشکر بدر رو آفرید که همه لشکر بدر، همه اینها عراقی های ایران بودن. این استاد شرفچایی، همین نمونه شما بگیرید تا آخر خط بدید، محمد رضا نقدی که الان هم فرمانده است، الان هم در ایران هست، الان هم اقتدار داره، الان هم یکی از کسایی است که میگه باید بزنیم اونایی که روسری ندارن، این بابا رو روزای نخست انقلاب سیاه بازداشت کردن، زندانی کردن، مدتی در زندان بود، محکوم به اعدام شد. میدونین چرا؟ به خاطر این که گفتن این جاسوس حزب بعثه. جاسوس حزب بعث رو بعد از زندان در بردن، الان اقتداری که داره در ایران هیچ کدوم از ارتشی های ما نداره. از همه جا مهمتر پدر خود علی خامنه ای، آقا جواد، جواد آقا زاده نجفه،
هاشمی شاهرودی سالها قوه قضایی مملکت دستش بود، پستای حساسی بعدش داشت تا بیجازی که بمیره و استاد مشتبه خامنه‌ای دست خیلی بودن خامنه‌ای خودش شاگرده، نه مشتبه شاگرد اینه و غیره. این بابا نه تنها عراقی بود استاد شرفشاهی، این رهبر حزب الدعوه الاسلامی العراقی بود، یعنی بخشی از جامعه بعثی عراق زیر رهبری بود تو ایران معمن داشتن. الان سفیرها اینا اکثرشون عراقی هن. آقای حسن دانویفر سفیر عراقیه، استاد شرفشاهی، علاءالدین بروجردی همتون میشناسین، همه گفتین رئیس کمیته و یا کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران بود، سالها در وزارت خارجه نقش مهم میداشت، اکثر اینا تو وزارت خارجه بودن، تو ارتش بودن. علاءالدین بروجردی عراقیه، از همه مهمتر استاد شرفشاهی. این محمد کاظم علی اسحاق رو تازه که فرستادن سفیر، اینا همه عراقیه. عراقی ها در ایران در حاکمیت هستند و بودن و این هشت شعبی برگ آخرش. نکته مهم دیگه استاد شرفشاهی، در سپاه و بسیج و جنگ حتی خود اینا اخیان افشا کردن و در کنار قاسم سلیمانی از فرماندهان ارتش بعثی بودن افرادی که سالها با ایران جنگیده بودن، اینا آمده بودن تو ایران و تو سپاه اونا جا داشتن. یکی از اینا غیر از اون المهدی، غیر از المهدی یکی دیگه با همون جریان المهدی و قاسم سلیمانی کشته شد حتی. یعنی ایران مستعمره است، درمونم چه بدبخته ای. حالا اینا رو شما بذارید کنار، استاد شرفشاهی اینا بگر، الان همه اینا در رابطه با آمریکا و فلان فوش خانواده میدن با آمریکا و از اون با روسا و چینا اینا ساخت. امشب من به شما ثابت میکنم یک بار دیگر که رژیم جمهوری اسلامی از قبل از انقلاب تا الان که اینا خودشون آماده کرد بوده بیان، اصلا با دنیاست و خصوصا با آمریکا، یکی از ارگانهای بزرگ قدرت در جهان، تشکیلات گورج سایروس هست، جورج سوروس. جورج سوروس 140 تا کشور حکومت میکنه، الان پسر خودش جای خودش گذاشته، الکساندر سوروس. هفته پیش آقای شرفشاهی، هفته پیش تو آلبانی، همه اینا رفتن جلو جوان 30 ساله جورج سوروس تا کمر خم شدن، از بیل کلینتون گرفته تا رئیس جمهور خود همون خصوصی رو خود آلبانی و کشورهای دیگه، کشورهای دیگه این شسم نشنید و نفهمید و خبرش هم. حالا جورج سوروس امشب ثابت میکنم براتون که به گفته خود نظام جمهوری اسلامی، همچنان که گفتم وزارت خارجه همیشه دست آمریکایی ها بوده و عراقی ها بوده، خودش یارو بابا میگه آقا از سالها پیش که حتی قبلی که خاتمی رئیس جمهور بشه جورج سوروس تو ایران بوده، تو ایران کار میکرده و رئیس بخش خاورمیانه آقای شرفشاهی، این خیلی مهمه، رئیس بخش خاورمیانه جورج سوروس یک نفری بوده که زمان محمد رضا شاه با بورس شاه میره آمریکا دانشجو، وقتی محمد رضا شاه در لحظات پایان دوران زندگیش از کشور خارجش میکنن اینا، این پدر سوخته بلنگو دستش میگیره جلو بیمارستان، خواهان کشته شدن و اعدام محمد رضا شاه میشه. محمد جواد ظریف وزیر خارجه اینا بوده، الان هم داره میچره، هنوز هر روز داره صحبت میکنه. این جواد خودش میگه، الان خودش رو میشنوید، خودش میگه که ایشون گزارش های خاورمیانه تشکیلات جورج سوروس رو در نیویورک وقتی سفیر بوده در سازمان ملل مرتب میمیدادن و بعد میاد تو ایران باز تمام زیر نظر اینه. خودی داره میگه، شما میبینید خواهید دید افرادی مثل خاتمی. اگه من خیلی چیزی مهمتر دارم خبر دارم، از اون قدیم ما اون سالها با میبودی که مصاحبه میکردیم که سال 95-96 یک مسرار موارد میگفتیم که موجود هم هست، ولی کوکوش شنوا، من همون موقع اینا رو گفتم. حالا استاد شرفشاهی، این آقای ظریف که خودش ادعا میکنه که گزارش های خاورمیانه تشکیلات سوروس رو ایشون امضا میکرده و بعد آقای کیان که خودش رو رئیس بخش این تشکیلات در ایران میدونست و خود رژیم هم میدونست، اینم خودش این اعترافات رو میکنه. من از شما خواهش میکنم با دقت مردم، مهربان یاران، با دقت این ویدیویی که پخش میشه بشینید گوش کنید، چای نخورید، از اتاقتون بیرون نرید، نوت بردارید، خوب گوش کنید تا بفهمید کجای کاریم و شما کجایید.
میبینیم ویدیو رو کارگردان عزیزم. و این گزارشی هم که الان میبینید اسناد مهمتری هست که ارتباط بنده با بنیاد جامعه باز و با بنیاد سروش در زمان سفارت بنده است. بنیاد جامعه باز وقتی که من به نیویورک رفتم با ایران ارتباط داشت، به ایران سفر میکرد، با در با قسمت های مختلف با شهرداری ها ارتباط داشت. اون چه که من انجام دادم این بود که این ارتباطات رو در واقع محدود و منظم کردم و هر دفعه اینها موظف بودن بیاد به من گزارش بدن که چه کار میکنن که اجازه ندهم خارج از منافع ملی کاری در این زمینه صورت بگیره. بعدها که آقای کیان تاجبخش که نماینده بنیاد جامعه باز در ایران بود در ایران دستگیر شد، این رو به عنوان اعتراف مطرح کرد که من میرفتم و به ظریف گزارش میدادم و حتی پیشنویس نامه هاش رو مینوشتم. این یک واقعیته که بنده به جای اینکه این اعترافات آقای جواد ظریف خیلی مهمه، خیلی قابل تفکر هست، تفکر بر این مسئله بسیار مهمه، نباید آسان از کنارش بگذاریم. ایشون خودش به عنوان وزیر خارجه الان و پیش از این به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل در نیویورک اعتراف میکنه که نماینده، نه نماینده استعمار جدید جهان اقتصاد در ایران که بوده آقای کیان تاجبخش، ایشون که رئیس این استعمار نوین جهانی در ایران بوده گزارش‌هاشو به ایشون میداده. یعنی چی؟ یعنی ایشون درجهش خیلی بالاتر از این حرفا بوده. حتی پیش از این که ایشون فیر ایران در سازمان ملل پیداست که با این تشکیلات کار میکرده. آقای آنتونی ردر که نماینده جورج سوروس هست در خاورمیانه از قدیمشون استخدام کرده. بنده یحیی کیان تاجبخش هستم، متولد تهران 1340، فرزند سیروس. کیان تاجبخش از 7 سالگی به انگلستان رفت و تا فوق لیسانس را در همان کشور خواند. سال 1363 به آمریکا مهاجرت کرد و دکترای جامعه شناسی شهری گرفت. سال 1376، سال تحولات کلیدی در ایران، تاجبخش به دیدار فردی رفت در بنیاد جامعه باز متعلق به جورج سوروس. این فرد آنتونی ریکتر مدیر بخش خاورمیانه این بنیاد بود. او طرح پژوهشی را ارائه کرد که موضوعش پتانسیل های شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران بود. ریکتر از او خواست برای عملی کردن این طرح به ایران برود. تاجبخش به ایران آمد. در وزارت کشور با مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزارت کشور آشنا شد و همچنین با یکی از اطلاعاتی های کهنکار کشور سعید حجاریان. موضوع گفتگو با این دو نفر نحوه تحقق جامعه مدنی در ایران بود. با همکاری چهره های مختلف سیاسی و دانشگاهی این موضوع سرمایه اجتماعی به تصویب قانون مملکت در مجلس ششم رسید. ورود مدیر ارشد بنیاد سوروس به ایران در 1382 به دعوت رسمی وزارت امور خارجه که ورود آقای ریکتر به ایران باعث شد که ایشون فرصت پیدا کنه که با چهره های دولتی و غیر دولتی ملاقات کرده و با پیشنهادهای پروژه‌های مختلف کار عملی در ایران شروع شد. حاشیه امن برای فعالیت‌ها و همکاری‌ها بین عناصر داخل کشور و بیرون کشور ایجاد شد که این منجر به عدم حساسیت نظام نسبت به اهداف درازمدت این برنامه‌ها شد. بنده به عنوان
مشاور رسمی بنیاد سروس به دولت جمهوری اسلامی ایران رسما و آشکارا معرفی شدم. بنده به عنوان مشاور رسمی بنیاد سروس به دولت جمهوری اسلامی ایران رسما و آشکارا معرفی شدم. به گفته تاج بخش، محمد افشانفر از نخستین افراد اصلاح طلب بود که با بنیاد سروس رابطه برقرار کرد. اگر ما یکی از اولین نمونه های این برگزاری ارتباط سفر آقای افشانفر به بنیاد سروس قبل از سال 76 ببینیم، می توانیم نهایتاً به ملاقات مستقیم جناب آقای خاتمی با آقای سروس در نیویورک در حدود 1385 ما ببینیم. جناب آقای محمد جواد ظریف که مسئولیت این جریان رو به عهده دارد، در زمانی که در نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل هست، های بنیاد جورج سروس رو به داخل ایران ایشون باز می‌کند. نامه می نویسد به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل به وزیر بهداشت وقت دولت خاتمی و دو نفر رو معرفی می‌کند که اینها متخصصین امور بهداشت و پزشکی هستند، برای همکاری با دولت اصلاحات میخوان به ایران بیان. این بوده اول بنیاد جورج سروس با این نامه ایست که جناب آقای ظریف به دولت وقت مینویسن که فردی که این تیم نیویورکی ها رو به طور کلی مدیریت میکرده و مسئول میز ایران در بنیاد جورج سروس هست. آن تاج بخش میگفته ما 6 ماه یک بار میرفتیم به نیویورک، به دفتر ظریف می رفتیم، گزارش پیشرفت خودمان رو در ایران برای برنامه های این بنیاد به ایشان می دادیم. در زمان در مورد ارتباط بنده با بنیاد جامعه باز و با بنیاد سروس در زمان سفارت بنده، بنیاد جامعه باز وقتی که من به نیویورک رفتم با ایران استاد شرفشاهی، مسلمان ها معمولا 17 رکعت در روز نماز میخونند و غیره. من میخوام بگم ایرانی اگر ایرانی است، اگر تازی نیست، اگر بعثی نیست، یادتون نره روشن کرده میکنم وقتی میگیم تازی منظورم بعثی هایی هست که در ایران دارن حکومت میکنند نیست، بایستی این 7 دقیقه ویدیو رو روز 17 بار گوش کنن، حتی برنامه سازان، حتی لایی که فکر مردم دستشونه، بعد بر محور این برید جلو. آقا خودش داره کیان تاج بخش میگه، آقای شهرافشاهی میگه از سال 1976 این میره برای اونا کار میکنه. سال 1976 چه روزیست؟ اینو من ارمغان کردم به روان پرفتور محمد رضا شاه و رضا شاه بزرگم نازنینا. 1976 روزیست که شاه میگه ما دیگه نفتمون رو مفت و مجانی به انگلیس نمیدیم، اینا اگه بخواهن نفت ما رو بخرن باید بیان تو صف بایستن مثل بقیه. از همونجاست که پل اردمن، پل اردمن نیست که از رفقای جورج سروس هست، بانکی از همون موقع میاد کتاب سقوط 57 رو مینویسه، دقیقاً سال 57 که شاه رو ثابت میکنن سقوط 57 پل اردمن مینیزه و اونجا از نقش عربستان سعودی به عنوان کسی که پول این کار باید بذاره و مارکسیستا و کسای دیگه و ملی پلی ها اینا میگه و دقیقا عمل میشه. نکته بسیار مهم دیگه، ایشون خودش داره میگه رئیس سروس در ایران میگه دیدار خاتمی با سروس. بعد خیلی جالبه، یک مشت الدنگ شلقم که یارو حتی یکیشون معاون رئیس جمهورشون بوده اینا، اینا آمدن سرسرهای اخیر است چپ شد برای که اینا ماسمالی کنن، گفتم نه این دیدار سروس اینا رو ما جعلی در آوردیم. من همون سال گفتم، همون سال. نکته بسیار مهم دیگه این که استاد شرف شد عزیزم، تا الان اینا در ایران دارن حکومت میکنن و این آتشخاله کشمون این بازیچه هست، بازیچه اینا عروسک هم.
دارن قدرتشون رو پیش میبرن در هر زمینه ای و همه ما را خواب کردن، در خواب داریم به سر میبریم. و الان شما دیدید است چهارچه این یه دختر ایرانی رو به خاطر چهار لاخموش یک بعثیه پدر سوخته ای که دوربین دستشه یا نمیدونم چه دستشه این جا... یا این لچک به سر همه رو بعثیه همین همونه این که با جنگیدن. الان یه فیلمی هست حتما دست آقای شهرتی رسیده خواهید دید. آقا بچه های جانبازان رفتن اینا که با صدام جنگیدن رفتن حق حقوقشون میگن اینا زدن لط و پار کردن. دیدم شما تو روزنامه هم نوشته بوده آقای شرفی آقا بچه هایی که جنگیدن رو خود این بحثی ها بحثی هم دیگه میزن میخوشن. حالا همین هم من به شما بگم بچه های ما دو تلاخی موشون میاد بیرون اینا رو میزنن میکشن عزیزان منو. ولی شما ببینید من البته نمیخوام کسی رو بگیرم، من مخالف زندان هستم، هر کسی زندان شخصی نداره، ولی میخوام بدونم این مردم روشن بشن. ولی این یارو مصطفی تاجزاده اون تاجبخش بودی تاجزاده اسمش بود که گفت که از کی با سروز داره کار میکنه، این با عنوان و افتخار مینویسه سید مصطفی تاجزاده میاد سخنرانی میکنه حرف میزنه از تو زندان و اطلاعیه میده فلان میده، هیچ کس بهش کار نداره. خامنه ای رو میزنه اون رو میزنه و دختر میهن من لاخ روش در میکشنشون این پدر سوخته ها. یعنی ببینیم این حکومت، من اینو میگم به سران ارتش، به کسانی که سلاح دستشونه که بابا از خواب بیدار شید، از خواب بیدار شید. بیگانه در ایران هست، موهینی کرمانشاهی سرود این رو و داروش هم خوند، بیگانه در ایران هست، بیگانه در ایران هست. پاشید عزیزان من، اونایی که قدرت دارن پاشن از بچه ها دفاع کنن. بله بله، این رابطه جمهوری اسلامی و عربستان میدونید تقریبا یه مقداری عادی شده، یه مقداری با هم دیگه در حال مطالبی رو رد و بدل کردن اینا، ولی این شکننده است، ممکنه در اثر یک حادثه یه چیزی این دوباره اوضاع یه جوری دیگه بشه. یه فردی هست به نام علی اکبر رائفی پور، اسمش شما نمیدونم شنیدین یا نه، این یه آدمی بود که سالها مثل سید علی خامنه‌ای به عربستان سعودی دشنام میداد، به پادشاه و ولیعهدشون دشنام میداد، و این بعد از مدتی که اعلام شد که اینا رابطهشون حسنه شده، این رائفی پور رفته عربستان. حالا این عربستان یقه اینو گرفته اجازه نمیده برگرده ایران، میگه تو آدمی بودی به ما بدترین دشنام ها رو اینا رو دادی، این حالا رفته تو سفارت جمهوری اسلامی در عربستان زندگی میکنه. و استاد چرفشایی هدیه دیگه که به شما میدم، سر این فرزند یاسر عرفات رو به شما میگم امشب. اولا که برگشت ایرون ولش کردن، یاسر اصلا دستگیر نشده بود، همینا دروغ و چرف بود، این توی کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی رفته بود قایم شده بود. حالا من اسرار پشت پرده رو به شما میگم، اسرار پشت پرده اینه که به هیچ عنوان عربستان سعودی این بازداشت نکرده بود، ولی خود نظام جمهوری اسلامی، چون دیگه دو هفته پیش اینجا بحث کردیم صحبت کردیم عرضم رو گفتم بهتون، با عربستان ساخته و ساختن با عربستان سعودی براش خیلی حیاتی است، یعنی اینا برای گسترش اسلامشون در جهان سه کشور عربستان، ایران، ترکیه متحد شدن. الان یک اختلافاتی دارن همیشه با هم، مثل بنی هاشم و بنی امیه، حتی بین خود بنی هاشم توشون اختلاف بوده، مثل الان مصطفی تاجزاده چون با سروس کار میکنه با سید علی خامنه‌ای مشکل داره، اینا پسرم و پسرم هم مثل موسوی، خود موسوی خامنه‌ای بود با خامنه‌ای و اختلافات داشت، اینا اختلافات داخلیه. حالا این سه کشور مقتدر هم که با هم متحد شده اختلافات دارن اونجای خود. رائفی پور رژیم الان میخواد چون یک دست کنه و بعد میخواد ترتیب یک سری کسایی که جفتک علکی میزنن به خاطر که میخواد بعد خودشون نامزد ریاست جمهوری کنن یا اینکه مشتری بیشتر خر کنن و یا چون این باند بعثی های عراقی هستن میخوان تشنج زدائی بکنن در ایران، این خود ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی میرن به رائفی پور میگن آقا اینا میخوان بیان تو رو بگیرن، تو فرار کن برو توی کنسولگری قایم باشو.
این فرار میکنه میره خودش تو کنسولگری قایم میشه، بعدم که میبینن هیچ خبر نیست توی اهواما میزننش، میاد تهران، الان هم ایرانه. یعنی نه همه چرت و پرت بود آقای شرفشاهی، سر مردم بند کردن کی بترسونن. بعد ترسید از تو خود کنسولگری که بود دو سه تا پیام داد، پیامش هم هست، حالا من ارزشش رو نداره که ما اینجا بخوایم این مرزنگ رو پخشش کنیم. سه چهار تا پیام از اونجا داد. وقتی تو هواپیما نشسته بود معلوم بود که چقدر ترتیبش دادن که با چه ترس و دلهوری یکی هم هارت و پورت میکرد علیه عربستان، اصلا خاموش شده بود و داشت میرفت رو رفت رو. این حالا یه شهر که این جنرشیم الان میخواد یک دست میشه، میخواد یک سیری سر بزنه. حالا من تو پرانتز بگم، ببینید یک ویدیوی اخیرا از علی خامنه ایم که مرده نیست به نظر من. اینا حالا من بعضی وقتا من میگم خامنه ای گفت، خامنه ای رفت، خامنه ای مرده. برای همینه که شاید تادرتون میخواد تو ایران خود اینا رو بهش فرش میدن، خواهر مادرش اول آخرش اینا، اون مرده وجود نداره. روسیه است که ایران میگردینه با همینه که گفتم. اما اگر هم بود باز پخی نبود، یعنی جنایتکار بوده و هست و خواهد بود، بود و نبود شکیز. این میگم برای اون علاقایی که پیمان رهبرشون زنده استاد چرفه. یک ویدیویی از خامنه‌ای منتشر شده مال موقع ریاست جمهوریشه، اونجا قاطع میگه که امام خمینی گجستک پرفند جنایتکار، میگن امام خمینی هم مخالف بود که شما بی حجاب رو بزنید. گریه میکرد میگفت چرا بزنید بی حجاب و چیز میکنید، من با این نظر مخالفم. خود خامنه‌ای میگه فلان هم فلان. خب آقا بچه ها الان این گذاشتن تو جیبشون استاد چرفشایی، تا یک چیزی رو میبینن گشت ارشاد بحثی رو میریزن رو سرش کتکش. فیلماش هست الان دیگه اینجا نمیشه پخش کرد، من تو برنامه خودم پنجشنبه پخش میکنم. میریزن تو سر اینا، اینا رو لط و پار میکنم میبرنشون پلیس. صحبت خامنه‌ای میذارم که آقا این رهبرت نیست، رهبرت گفته که من میتونم روسری نداشته باشم، هر کی مزاحم شد بزنمش. برای اینکه الان گشت ارشاد اگه آوردن تو خیابون، بچه‌ها شما از خود رژیم باید بلد باشین به خود رژیم بزنید، بایستی بلد باشین این دیپلماسی نبرد رو، اینا رو بزنید لتو پار کنید. بعد صحبت خامنه‌ای رو بزنید بگید آقا خود خامنه‌ای میگه که حتی خود خمینی هم مخالف بود که شما بیاید مزاحم بچه‌های ما بشین، و اینا رو بزنن. الان هم دارن این کارو میکنن. الان این فیلم تو جیب بچه هاست، هر پدر سوخته ای که میاد دست یک دختری حتی تو پس کوچه میگیره میخواد سوار ماشین کنه، دختره شیر، شیر دخترای ایرانی داغ فریاد، یوها جمعیت میریزه. چندین مورد هست فیلماش حتما آقای شهرتی دیده داره، خود شما دارید، که اصلا این ماشین های این پدر سوخته های گشت ارشاد اینا چپه میکنن مردم، جفت لغت میزنن، کتک میزنن، یارو داره فیلم میگیره، یه خانم شجاعی میاد میگه پدر سوخته چرا فیلم بچه های من میگیری، دارم ورزش میکنم، و بعد همون یارو رو لطوپارش میکنن روانه تیمارستان استاد چرفشایی. یعنی مردم سلحشوری هم در میدان هم دارم با این بحثی ها میجنگم و باید روز به روز هم همه همدیگه رو یاری برسونن تا فاتح اینا خونده بشه. این آقای فیپور هم یه چرت و پرتی بود، خودشون هم آبروشون هم رفت رو قضیه استاد چرفشایی. این محسنی اجرایی هم روانیست جنگیر استخدام کرده بود، حالا اومده میگه هنرپیشه های ما دیوانن، اگه کسی رو سری برش داشته ببر این مالش کن. این رو باید لطه پار کنین، نظر نفس بکشن این پوفیزو توی مملکت. الان محسن اجهیر هم سند چه پرندش باید میباید میگم، علا رقمی که دیوان است، علا رقمی که رفته خودش جنگیر دیده، میاد هنرپیشه های ما رو میگه دیوانن چون رو سری برداشتن، علا رقمی این که خود رئیسی رئیس جمهورشون گفت من حجاب دیگه اجبار نیست نه بزنید کنار، گفت برید گوش کنید، گوش نمی کنید، این تایید و تکذیب نیست، خبرتون می کنم. دولتش گفت، زرقامی آمد گفت و دیگر گفت، یوه محسن اژه‌ای رئیس قوه قضاییه عراقی حزب بس اومد گفت. امروز یک گزارشی که من براتون میخونم، از رویم میخونم، برای اولین بار تو زندگیم برای شما که بدونید سنده، مستنده، توی خود ایران هم منتشر شده، چند سال پیش هم منتشر شده، قبلا هم من گفتم که شما ببینید عراق و حزب بعث نه تنها در قوه قضاییه ریاستش از زمان شاهرودی و لاریجانی که متولد نجف بود، اصلا لاریجانی متولد نجف هست، عراقی هست، بابا خامنه‌ای متولد نجفه، بعدم الان که این محسنی اژه‌ایست براتون میذارم، میذارم که ببینید. محمد رضا نقدی سرداره، یکی از قدرتمندترین نظامیان ایرانه. خبر دارید این چند بار دستگیرش کردن؟ یه بار به جرم جاسوسی، یه جار به جرم قتل، قتل، ولی هنوز داره میچره. چرا؟
چون رئیسش که عراقی است، نوکر صدام حسین بوده، علی خامنه‌ای، اینا همشون زمان پادشاه که میرفتن بغداد، حالا مسکو هم اگه میرفتن کی رفته، اگه میرفتن بغداد، بغداد مسکو بود، آموزش اونجا میدیدن، پول بینا میدادن، مکه هم که میرفتن هم اینطور بود، اینا پول میدادن. محمد رضا نقدی این عامل صدام حسین هست و از سال 58 یه سال بعد انقلاب وارد ایران میشه، همینجور میره بالا. این گزارشی هست که من براتون میخونم، این گزارش رو سایت در داخل خود کشور به نام وبلاگ سهرابستان منتشرش کرده. محمد رضا نقدی فرمانده بسیج سپاه پاسداران، وی در سال 1388 بحبوحه جنبش سبز به جای حسین طالب به فرماندهی بسیج مستضعفان منصوب شد. بعد از پیروزی انقلاب به عنوان معاود عراقی، یعنی اینجا وقتی این وارد ایران میشه دیگه زمان شاه نیست، با اون کاروانا جمهوری اسلامی سر به کاره، ایشون وارد میشه به عنوان معاود عراقی که ظاهراً صدام او را اخراج کرده، ولی صدام او را فرستاده برای جاسوسی. به ایران می آید و در شهر نقده سکنا می گذیند. فامیل اصلی اون نقدی نیست، اون نقدی رو به عنوان فامیل انتخاب می کنه. فامیلش از سمانی، اسم فامیلش همین نقدی، سمانی عربی، هشتی، هشت. در اسفندماه 59 نقدی برای آموزش نظامی و گذراندن دوره های چریکی به کشور لبنان عزیمت نمود، 59، دو سال بعد انقلاب، و در پادگان های جنبش عمل آموزش دید و مجددن به ایران بازگشت و در رده های رفته به اونجا دستورات جدید رو بگیره از عراقی ها و به عنوانی که از جاسوسان مسلم استخبارات، یعنی سازمان جاسوسی عراق، برمیگرده ایران. به دلیل اهمیت اطلاعات وی، قرارگاه حمزه در ارومیه دستور داد که بازجویی متوقف بشه. یعنی اونجا تو ارومیه میاد، تو ارومیه بازداشتش میکنن، تحقیق و بازرسی و بازپرسی و خونش رو بگرد، فلانه بگرد. اسرار این رو یکی از فرماندهان بالا رتبه حزب دموکرات کردستان که همون سال دستگیر میشه بازداشت میشه، چون حزب دموکرات هم موقع این بعد اینا همه تون ارز کردم همینا با عراق و سوریه و لیبی و اینا دست داشتن، تعمیر مالی اونا میشه، پول که نداشتن که ندارن. این فرمانده حزب دموکرات کردستان اطلاعات میده که آقا این نقدی جاسوسی. به طرز عجیبی فرمانده حزب دموکرات کردستان در حین انتقال به ارومیه، در مکانی که به هیچ وجه انتظار نمیره و اسکورت داره، یعنی سپاه پاسداران کمیته نداره، اسکورت یا حمله میکنن کشته میشه. میگن که این همون که اومده نقدی رو سند آورده دیگه که جاسوسه، میزنن میکشنش، شاهد رو. وقتی که میزنن میکشن، کسایی که به اینا حمله میکنن با لباس خودی بودن، نظامی های خودی بودن، اجمال جمهوری اسلامی بودن. اسرار این فرمانده عالی رتبه حزب دموکرات کردستان دفن میشود، دفن میشود، ولی محمد رضا سمانی به اسم نقدی با اسم مستعار شمس، جاسوس حزب بعث عراق، در ایران کار خودش دنبال میکنه. کسی که گزارش گرفته و بازجویی کرده از این، گزارش رو به چندین جا میفرسته. همون موقع محمد رضا نقدی با اعمال نفوذی که از تهران به عمل میاد، چون خود خامنه‌ای اون موقع خیلی اینا عراقی بودن که، ارومیه رو ترک میکنه و مدتی بعد از لشکر بدر سر در میره. لشکر بدر همشون عراقیان، معاودین عراق اونو تشکیل دادن، همشون عراقیان و این یهو میشه فرمانده، یکی از فرماندهان لشکر بدر. در سال 71 با حکم علی خامنه‌ای نقدی درجه سرتیپی میگیره و فرمانده حفاظت اطلاعات ناجا میشه. محمد رضا نقدی به تدریج روابط نزدیکی با خامنه‌ای برقرار میکند. به نوشته یکی از نزدیکان خامنه‌ای، در درون دفتر خامنه‌ای از اردیبهشت 74 ستادی به نام ستاد واکنش سریع تشکیل میده. این ستاد واکنش سریع که تشکیل میده، محمد رضا نقدی از جمله اعضای این ستاد شد. از جمله ماموریت‌های محول شده به محمد رضا نقدی
و حسین الله کرم از سوی این ستاد ترور عبدالله نوری. یعنی هر کس که میاد ایرانی حرف میزنه، مثل رحیم مشایی، هر کی حرف ایرانی میزنه، حالا کار نداره، ما با هم اینا مخالفیم، ما با رژیم مخالفیم، ولی دارم اطلاع خبر به شما میدم که بفهمید تا کجا کار این مملکت خرابه. میاد عبدالله نوری، عطاالله مهاجرانی، حتی خاتمی که اولش میگه جامعه مدنی فلان، همه اینا رو پرونده سازی 164 تا شهردار رو با بازداشت میکنه، از جمله کرباسچی. جمهوری اسلامی همه که پلید و دزد و شارلاتان مادر فلان نبودن که، یا دیگه کار میکردن، همه اینا رو همین نقدی به محاکمه میکشه. همه اونایی که ایرانی فکر میکنن دارن یه کار مثبت انجام میدن، یادت تو کارو چی؟ جاسوس ها کار خودشون میکنن که ایران اوج نگیره، آخونده بذاره کنار، بیاد پایین نابود بشه، روز به روز نابود بشه، نه یکی دلش بالو وطن سوخته ترتیبش بدن. آقای نقدی این سند زیاده میخونید و میمونه که هیچ، تا الان هم قدرت بالایی رو داره، چون همین الان هم باز همین هست با محسنی اژه‌ای. این از طریق وقتی که 164 تا شهردار رو بازداشت میکنن و تمام اونایی که دارن برای ایران کار میکنن رو از کادر حکومتی بس یا میندازن کنار، همین محسنی اژه‌ای خودش روانی میگه زنای ایران روانی، این قاضی است که با اینا کار میکنه، محسن اژه‌ای و خیلی از اینا نوکر صدام حسین بودن. صدام حسین وقتی که اینا همه در عراق رفت و آمد میکردن، میبودن خمینی اونجا بود، به همینا پاسپورت میداد فلان. بعد انقلاب هم همینطور شد، بعد انقلاب هم هر کجا رفت بود پرونده شده بود پاسپورت میداد، دلار میداد، ماه به ماه حقوق بهشون میداد، اون موقع که بیشتر میداد، اینا همه نوکر او بودن. یارو که برای یک سلام یک اتکلون خودش میفروشه، خب برای دلارهای صدام حسین. و بعد صدام سقوط میکنه ولی اربابش که سر جاش روسیه است، روسیه تو دنبال میکنه. در برنامه کوتاه من نمیتونم همه موارد رو باز کنم، فرصت نیست. از شما دعوت میکنم برنامه پیشین رو ببینید، روی زمین ها تحقیق کنید، در رابطه نقدی خصوصا به این تحقیق کنید، ببینید کی بوده چی بوده. تمام معاودین عراقی که همشون، نه اونهایی که جاسوس، هر کی میبینید پیشانیش پینه زده و هر کی میبینید از فاطمه میگه و زهرا و حسین و آقای علما این شد و چه دارین، همشون اینا جاسوسن. ایرانی اکباتان، شهر اکباتان که روز عاشورا میاد موزیک میزنه، ایرانی ایرانی است که در سوک سیاوش هم شادی میکنه، نه که عزاداری بکنه، نه که دختره ما رو بگیرن تجاوز کنن بکشن، بچه های ما رو تجاوز کنن. پدر سوخته های بیشرف، اینها نوکرای صدام حسینن، اینها رو بزنید نابود کنید. حتی همون شماهایی که میای آمده قالیباف میگه که آره قدرت بعدی که ما گفتیم اینا، آمده دیروز گفته آو یه قدرت چهارمی هست که ما هر کار میکنیم پیش نمیره. خب مردک تو که سردار بودی، که تو که نظامی هستی، که تو که میلیاردها دزدیدی، یا رئیسی آمده میگه ما نگفتیم، اینا به دروغ از زبان من میگویند که نیروی انتظامی دروغ میگویند، چون اینا نظامی نقدیه دیگه، حزب بسه. حالا اینا خودش هم گفت من افتخر انا عراقی، دمی عراقی. مگه رئیسی تو خودت نگفتی همه چیز عراقیه؟ خب عراقی تو ترتیبی تو من بزن. زرقامی وزیرشونه اومده میگه آقا ما دولت نگفته حجاب اجباریست، حجاب آزاده. خب وقتی اونا خودشون میگن الان در مقطعی قرار گرفتیم که بعد از جنبش مهسا این نظام داره سرنگون میشه، اصلا اینا باید کمک بگیرید، یعنی نیروی نظامی باید به توی کار ترتیب این عراقیایی که در قدرت هستن رو بده، و شماها هم باید قوه قضایی دستی روی قوه قضایی محسن جی نوکر صدام حسینه، صدام حسین یعنی روسیه الان. لطفا برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.